گرمترین درودها حضور همه شما بینندگان ارجمند گرامی که این برنامه رو از شبکه جهانی پارس مشاهده میکنید. امیدوارم که هر کجای جهان هستید روزگار به قول مشهور بر وفق مراد شما باشه. برای همیانان ارجمندمون در درون ایران آرزوی بهترین ها رو دارم. عرضم بینندگان ارجمند گرامی، حتما خاطرتون هست در این سری برنامه ها سعی کردیم بیشتر به هنرمندان تئاتر و هنرمندانی که در سینما هم فعالیت میکنن و همینطور کارگردان هایی که در خارج از کشور نمایشنامه هایی رو کارگردانی میکنن صحبت کنیم. خوشبختانه وقتی نگاه میکنم میبینم که نسل جوان ما بسیار بسیار در این زمینه ها موفقن. هنرمندان خوبمون در درون ایران به هر حال در اون شرایط سخت و دشوار خب مشغول هستن و بعضی از شخصیت‌های هنری ما با اینکه می‌توانستن بسیار بسیار مفید باشن در زمینه تئاتر و سینما و به هر حال کارهای هنری، ولی مجبور شدن مثل اکثر ما کوچ کنن. امروز با یکی از این شخصیت‌ها صحبت می‌کنم، آقای افشین کتانچی. آقای افشین کتانچی هموطنان ارجمند، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد در رشته تئاتر و بازیگری، خب در ایران فعالیت‌های سینمایی سریالی داشته و در خارج از ایران در آمریکا آمده در زمینه تئاتر مشغول فعالیت شده، هم کارگردانی میکنه هم بازیگری. اجازه میخوام که خوش آمد بگم به آقای افشین کتانچی. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. درود بر شما. منم سلام میکنم به هم میهنان عزیزم در تمام جای جای این کره زمین که هستن، مخصوصا بینندگان تلویزیون پارس در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم از دیدار شما. از خودتون یک کمی به ما بگید. من مختصر اشاره کردم که آقای افشین کتانچی بینندگان ارجمند گرامی در ایران خب فعالیت میکرده، فعالیتشون هم بسیار درخشان بوده، ولی خب چه میشود یک هنرمندی که در اوج جوانی به قول قدیمی ها شور کار هنری داره یک مرتبه از مملکتش میاد بیرون؟ حتما علت داره. به چه علتی افشین جان نتونستی دیگه کار کنی؟ والا علتش تقریبا همون علتیه که الان حدود 8 میلیون ایرانی آواره شدن از کشورشون، واسه اینکه نمیتونستن خودشونو با اون شرایطی که توی ایران الان هست وقف بدن. خب البته خیلی ها این شرایطو دارن، ولی شانس اینو که بتونن، امکان اینو که بتونن از ایران بزنن بیرون ندارن و حالا به دلایل مختلف هستن. ولی من همینجور که شما لطف کردین فرمودید تقریبا تو اوج کارم بودم، ولی از همون ابتدا که من این کارو شروع کردم در واقع کار هنری و بعد از دانشگاه یکم هی داشت جدی‌تر میشد و جدی‌تر و کار بیشتر بازی میکردم، همیشه یک نگرانی من داشتم، چون خب بالاخره تو اون در واقع جامعه هنری زندگی میکردم و میدیدم کسایی که در واقع دارن میان و کسایی که از من خیلی جلوترن چه در واقع چجوری دارن زندگی میکنن، چجوری داره کارشون پیش میره. میدیدم همیشه وقتی که تو میرسی به یک جایی که دیگه خیلی دیده میشی و جزء افراد خاص میشی، دیگه تو زندگی خودتو نمیتونی داشته باشی. یه جورایی میان وارد زندگیت میشن، میان و میخوان که تو اون کاری که اونا میخوانو بکنی، حالا چه از لحاظ هنری که خیلی خوب بله. همون موقع که منم کار میکردم باش کنار اومده بودم بله. چون مجبور بودم اون اگه تئاتر کار میکنم میامدن میگفتن آقا این تیکاشو اجرا نکن بله. حالا من کارگردان نبودم، ولی کارگردان من با ناراحتی مجبور بود اون کارو بکنه. یا سریالایی که تصویب میشد، خب سریالی بود که اونا تصویب میکردن، به هر حال من بازیگر بودم و بعد بازی میکردم و کار دیگه بلد نبودم، مجبور بودم از... ولی میدونستم که این راه به یه جایی وقتی برسه، وقتی تو خیلی معروف بشی میان کنارت یا میکشنت یا خودت اوکی، یا اینکه مجبورت میکنن که تو تم بدی به یه سری چیزه. من از اون اول میدونستم که آدمی نیستم که تم بدم، همیشه از این مسائلی که ربطی به حکومت داشت، با سیاست مشکل نداشتم ولی با حکومت مشکل داشتم بله. همیشه فراری بودم. خیلی وقتا مثلا خدمتتون بگم از دوران
رفسنجانی که اولین بار رئیس جمهور شد، من سر کار بودم، یکی بهم زنگ زد گفت ما تو کمپین آقای رفسنجانی هستیم، میخوایم دعوتتون کنیم بیاین. خب اون موقع ممکن بود خیلی از بازیگرا دوست داشته باشن اون آقای رفسنجانی رو برن، بله، ولی من دوست نداشتم، اصلا این حکومت رو، اصلا آخوندا رو دوست نداشتم، واسه همین فرار میکردم. دوران آقای احمدی نژاد زنگ زدن نرفتم. دوران خاتمی که همکاره و دوستای همکار من که همه جلو بودن، بله، من نرفتم چون اعتقاد نداشتم. همینجور بود، یعنی من غریب بودم بین اون آدما، آدمای دیگه مثل من بودن، ولی من فرار میکردم. میومدن سر سریال میگفتن الان مثلا انتخابات رئیس جمهوری، مجلس، بیاین صحبت کنید. من همیشه فرار میکردم، در حالی که برای من امتیاز داشت. بله، من اگه دیده میشدم، اگه میرفتم تو صفحه اول کسایی که داشتم به برای کاندیداها بله تبلیغ میکردم، وای میسم برای خودم کار بیشتر میومد. بله، من نمیرفتم و میدونستم که یه جای دیگه بعد از اون دیگه کار من استاپ میشه، میگفتم خب میرم یه کار دیگه میکنم بعد از اون اگه بخواد بین این اتفاق بیفته. خلاصه یه دو سالی من تلاش کردم، بعد از هوش سیاه که دیگه خیلی در واقع توی دهنه افتاده بودم و معروف شده بودم و مردم دیگه خیلی بیشتر منو از قبل خیابون میشناختن، هی میخواستم برم از اون مملکت. راهای مختلف رو امتحان کردم، نشد، تا اینکه بالاخره سرتون درد نیارم، لاتاری بردم، تونستم بیام بیرون، ولی قصدم اومدم بیرون از قبل بود. خب بله، از صحبت شما بنده اینجوری استنباط میکنم که شرایط برای شما و همسال شما بسیار دشوار بوده. حتما بینندگان ما در جریان هستند، خیلی از هنرمندان ارجمند ما در تنگنا هستند. واقعا نمیشه هنر تئاتر و هنر سینما رو فرمایشی کرد. بله، متاسفانه یک واقعیتیه که آنچه که امروز ما شاهد هستیم، خب میبینیم بسیاری از شخصیت های مثل جناب افشینی که تا آنجا هموطنان ارجمند از مملکت آمدن بیرون، در حالی که وطنشون رو دوست دارن، عاشق مردم ایران هستن، ولی چه میشه کرد؟ نمیشه با اون شرایط کار انجام داد. و یه هنرمندی که احساس هنریش بهش میگه که تو باید کاری بکنی که همیشه کنار مردم باشی، اما متاسفانه این حکومت این هنرمندا رو نمیخواد، هنرمندان رو نمیخواد که کنار نظام باشن، در واقع همراهی کنن سیاست های اینا رو، خواسته های اینا رو. خب بعضیا از جمله افشین عزیز نمیتونه این شرایط رو بپذیره، مجبور میشود و باید خدا رو شکر کرد که بالاخره در لاتاری برنده شدی. خودش راه بسیار بسیار روشنی بود برای آمدن شما از جمهوری اسلامی بیرون. خب افشین جان، آمدی مستقیم آمریکا؟ بله بله، مستقیم آمدی آمریکا. از ایران بگی، کارهایی که اونجا انجام داده بودی، من میدونم در سریال ها بیشتر تو ایفای نقش میکردی، بازی میکردی. بله، من سریال زیاد بازی کردم، من تقریبا 20 سال تقریبا هر سال سر کار بودم و سالی دو تا کار، سالی یه دونه کار کار میکردم و سالی یه دونه هم تئاتر معمولا کار میکردم، مخصوصا این اواخر. معروف ترین کارهایی که کردم، خب هوش سیاه از همه معروف تر بوده، بیگناهان بوده، بعد یه کاری بود به نام گم شده تو قهوه تخت. من یه در واقع یه چند قسمت قرارداد داشتم، حدود 3 ماه که خورد به اون قسمتی که اینا اومده بودن توی زمان حال و بهشون گفتن که شما باید برگردید برید به زمان گذشته، واسه همین مجبورشون کردن که در واقع ادامه ندن چون دوست نداشتن. خب منم یه چند هفته کار کردم، اون قسمت هایی که کار کردم خیلی دیده شده، خیلی مردم استقبال کردن، نه به خاطر من کلا، به خاطر اون داستان و اون بازیگرای دیگه هم که در کنار من بودن، تو اونم خیلی دیده شدم. ولی مثلا من یه اولین کاری که نقش خیلی مهمی داشتم، یه کاری بود مال آقای محمد علی نجفی به نام زمان شوریدگی. زمان شوریدگی، بله، که در کنار آقای کیانیان بود، آقای فتحی بود، آقای نصیریان بود، یه سریال تاریخی مذهبی بودش، اونجا یه نقش خیلی خوب داشتم. البته زیاد دیده نشدم چون من نمیشناختن، بعد 3 تا گریم متفاوت داشتم، ولی تقریبا میگم کار بلندم و کار نقش خیلی مهمم و با اون کار شروع کردم. خب میشه استنباط کرد شما دقیقا پلار یک یکی رفتیم بالا، حالا واقعا دیگه باید شکوفاتر می شدید که متاسفانه نتونستید فضا رو تحمل کنید و
و غربت رو مثل بسیاری از ما بل اجبار برگزیدیم، با اینکه همه عاشق سرزمین عزیز ایران و مردم شریف و هنر دوست ایران هستیم. مردم ایران واقعا شریف و هنر دوستن. واقعا من همین الان شما این حرف رو تو ذهنم داشتم، میخواستم یک تقدیری کنم از کسایی مثل من. من تونستم بیام ولی خیلی نتونستن از همکارای من بیان. درست. ولی دارن به سختی زندگی میکنن ولی تن به چیزی که حکومت میخواد نمیدن. درست. به سختی اونا واقعا قابل تقدیر، قابل احترام. خیلی ها، خیلی هاشون سال هاست دارن کار نمیکنن یا خیلی کم کار میکنن و واقعا باید از این هنرمندان تقدیر کرد. مردم باید قدر اینا رو بدونن. بله. خوشبختانه با توجه به این دنیای مجازی، با توجه به این شبکه‌های تلویزیونی، اینه که احساسات مردم شریف ایران رو نسبت به هنرمندان سرزمینشون، چه در زمینه تئاتر باشه، زمینه سینما باشه، همینطور کارهای هنری، خوانندگی، آوازخوانی، آهنگسازی نشان میدن این مردم هنردوست و مردم حق‌شناس ایران. میدونم آدم گاهی که اینجا هست هست کنم که آقای افشینی کدانجی دلش گاهی تنگ میشه به خاطر اون دورانی که سپری کرده. به خاطر شما دوران نوجوانیتون در ایران بودین، خب دانشگاه میرفتین، تحصیل میکردین، حتما برای خودتون به قول اینجا یا یه برنامه ریزی کرده بودید و موفق هم شده بودید، ولی به هر حال گفتم دیگه نمیشه هنر رو فرمایشی کرد. اینی که در اونجا دیگه آدم راش سوا میکنه. خب رسیدیم به آمریکا. در آمریکا چطور با محافل هنری آشنا شدید؟ آیا دوستی داشتید، آشنایی داشتید که با هنرمندان اینجا در ارتباط باشین؟ من راست رو بخوای من اصلا اومدنم به آمریکا، در واقع من وقتی که اومدم رفتم نیویورک. من بل. یه استادی داشتم ایران که از آمریکا اومده بود ایران کار میکرد، دکتر محمود کریمی حکاک. بله. در واقع من وقتی اومدم اصلا رفتم پیش ایشون، یعنی هیچ که نمیشناختم به جز ایشونو. بله. رفتم اونجا، در واقع آپسیت نیویورک بودن، رفتم اونجا یه دو سالی هم اونجا بودم، ولی اونجا ایرانی ها کم بودن. درست. جا برای کار تئاتر نبود. درست. بعد از اون دکتر کار میکرد ولی به زبان انگلیسی و خب من هنوز مسلط نبودم که بتونم همکاری کنم باهاش. دیگه اومدم تصمیم گرفتم که بیام لس آنجلس. دیگه به هر حال تو لس آنجلس هم آدما همدیگه رو پیدا میکنن. بله، دیگه آدمای هنری همدیگه رو پیدا. اتفاقا من اولین کاری که اینجا کردم یه کار سینمایی بود به نام میخک نقره‌ای. بله، که من نقش آقای شجره رو بازی کردم. آره، من اولین بارم اونجا تو هم آفیس خودشون فکر کنم سمت رسیدا بود، آقای شجره رو دیدم. بله، اونجا اصلا فیلم برداری داشتیم، اولین کار هنری من در واقع. هم با آقای توزی کار میکردی؟ نه. نه. یه فیلم سینمایی بود. فیلم آره سینمایی. فیلم که در مورد آقای فرخزاد بودش، من نقش آقای شجره رو داشتم. بله. خلاصه بله، واقعا جالبه آدم به خب هر حال هنرمندانی از دوستان عزیز گرامی که خیلی جوانتر بودن، خب طبیعی است که با اون پیشکسوت ها بسیار بسیار دوست دارن آشنا بشن. حالا شانس شما بود که شما با چند تن از این بزرگان همبازی شدید، یعنی در نمایشنامه هایی که اجرا می شد، در سریال ها در کنارشون راهنمایی کردید. می دونم اون لحظات بسیار دلنشینی است با اون شخصیت ها. خب من اولین کار تئاتریم اینجا با آقای هوتن بودش. یه کاری به نام سویچ بود که در واقع آقای امیر قاسمی و هوتن با هم کار کردن، که در واقع ما تقریبا با هم شروع کردیم به نوشتن و بعدش هم اجرا کردن. کار طنزی بودش و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفتش. منو با آریان ریسباف در واقع با آقای هوتن ستایی بازی میکردیم. اولین کارم بود. بعدش دیگه خب کم کم شناخته شدم و تونستم که بیشتر کار کنم، بیشتر اومدن سراغم و حالا که خودم هم در واقع دیگه ماشاءالله خودتون خودتون دیگه کارگردان توانا هستید و مطمئنن کارهایی در همین لس آنجلس شاهد خواهیم بود که شخصا کارگردانی خواهید کرد و بر صحنه خواهید برد و مطمئنن مورد اقبال هموطنان عزیز خودتون قرار خواهد گرفت. خب اخیرا در نمایشنامه‌ای که ما هفته پیش صحبت میکردیم، شما هم در اونجا هم بازیگر بودید، نمایشنامه هفت خان آزادی. بله، درسته؟ بله.
من هم بازیگر بودم، چند تا نقش بازی میکردم، از جمله نقش شادروان فریدون فرخزاد رو بازی میکردم. فولاده بود. من اون نقش رو خواستم بگم، چقدر قشنگ چه زیبا. و کارگردانی مشترک بود با خانم ناکتا پهلوان. کار بسیار بسیار دیدنی بود، همتنان ما از طریق همین تلویزیون هم دیدن. مخصوص من یادمه اون نقش فریدون شما به شیوایی اجرا کردید، خیلی واقعا خوبه. به ما بگید ببینیم که علل اصول خانواده با کارهای هنری شما در اینجا موافقن دیگه؟ من یه فرد مستقل هستم، اومدم اینجا دیگه دارم کار میکنم و تو ایران هم به هر حال من همیشه راه خودم رو میرفتم و خب خانواده هم دیگه مورد کاری به من ندارم، من کار خودم رو انجام. ولی افشین جان، من دیدم مثلا بعضی وقتا پیام هایی میدن که آقا مواظب باشین کارها نمیدن، حتما از این به هر حال گرفتاری شاید شما هم داشتید دیگه. کم و بیش، کم و بیش. من دیگه آدمی هم که خانواده من رو میشناسه که من اینجوری هم فوق العاده است. خب باید آدم همینجوری باشه، به خصوص آدم استقلال واقعا میگم کاری خودش حفظ بکنه. و شما یکی از اون چهره ها هستید که این کار رو انجام دادید و ما امیدوار هستیم که در این زمین ها بیشتر موفق بشوید. چیزی که مهمه، ببخشید من اینو خواهش میکنم، اینه که کسایی مثل من که میزنم بیرون از نبود آزادی در واقع فرار میکنن. اگه میان اینجا، اگه بخوان از اون آزادی که دارن به نفع ملت خودشون، به نفع مردم خودشون استفاده نکردن، باختن. آفرین. یعنی من اگه اینجا مثلا مثل ایران کار بکنم، که دیدم بعضیا میان اینجا مثل ایران کار میکنن چون میخوان برگردن ایران. بله. خب من از این فضایی که در اختیار من قرار گرفته اگه استفاده نکنم، واقعا چیزی برای خودم ندارم نه برای مردم. آفرین. این بسیار مهمه، چون به نکته اشاره کردی که قابل بحثه، بحثش هم خیلی گسترده است. واقعا همینجوری که آقای افشینی که تانچی بینندگان ارجمند گفتن، شما بارا خودتون به ما که در رسانه بودیم میگفتید خیلی آمده بودن کار هنری میکردن، حتی مثلا خواننده بودن، ولی سعی میکردن در غربت همون شرایطی که اونجا حاکمه رعایت کنن. بله. آقا مثلا یه خواننده اومده بود، ببخشید حالا از بحثمون خارج نشیم، خب مردم علاقه داشتن، سرش دوست داشتن، گفته بود که اگه روسری به خانما روسری سرتون نکنید من باهاتون عکس نمیگیرم. در حالی که در ایران ما دختران جوان ما چه مبارزه جانانه ای دارن میکنن با این حجاب اجباری. خب وقت چطور میشه یک آدم، یک کسی که نام خودش هنرمند میگذاره، تا این اندازه بی تفاوت باشه به خواسته های مردم شریف خودش؟ به نکته بسیار درستی اشاره کردی، آفرین بر شما که این گونه میاندیشی. روایت ناتمام 43 سال اسارت، بردگی، چپاول و مبارزه در راه آزادی. من به این انقلاب، به این آزادی اعتراض دارم. من که جامعه شناسم با من اینجوری میکنم، وای به حال آدم عادی و معمولی. هفت خانه آزادی، کارگردانان ناکتا پهلوان و افشین کتانچی. من نمیتونم دیگه اینجا مونم، میخوام برم بین مردم. همین آقا چطور باعث شد که کرور کرور آدم باشه؟ نمایش هفت خانه آزادی. خب حتما فراز فرود زیاد داشتی دیگه. الان به طور کلی این کارهای هنری که در لس آنجلس انجام میدی، نگاهت و دیدت چگونه است؟ آیندهش چگونه بررسی کردی؟ چگونه بررسی میکنی؟ ببینید، من اول باید در واقع از کسانی که چراغ تئاتر رو در LA، در لس آنجلس تو تمام این سالها روشن نگه داشتن باید تشکر کنم. یعنی تئاتر لس آنجلس تئاتری که سابقه داره. درست. خیلی ها کار کردن قبل از ما. بله. و خیلی هاشون هنوز دارن خدا رو شکر کار میکنن. بله. اول باید از اونا تشکر کنم که اگه اونا کار نکردن من اصلا نمیتونستم تئاتر کار بکنم. درست. یعنی اگه تئاتری وجود نداشت من که نمیتونستم بیام بگم من آقا میخوام تئاتر بیارم. نه. درسته. آقای صیاد، آقای توزی، خیلی های دیگه، خیلی های که کار کردن، روانشناس پرویز کاردان، آقای کاردان، بله، همه اینا کسایی که زحمت کشیدن. درست. تا ما بتونیم ادامه بدیم در کنار اون عزیزان با هم دیگه. اول باید در واقع از اینا من تشکر کنم.
چون بعضی ها هستن که تازگی اومدن اینجا و میگن که لس آنجلس که تئاتر نداشته، ما اومدیم اینجا تئاتر کار کنیم. در واقع اینو خیلی دوست داشتم بگم که اینها بودن و خیلی کارشون ارزشمند بوده و پایه‌گذار تئاتر اینجا بودن، پایه‌گذار تئاتر اعتراضی بودن تو این تو این شهر و در خارج از کشور. درسته. ولی خب تئاتر کار کردن واقعا کار سختی، یعنی تو باید از همه چیت بزنی. بلی. از وقتت باید بزنی، از پولت بزنی. درسته. از زن و بچت بزنی، از همه چی، از پدر و مادر، هر کسی به هر حال یه کسایی تو دور و برش هستن که. درسته. از اونا باید زد. بلی. اینجا تئاتر کار کرد، چون تئاتر اینجا تو هر چقدر پول در بیاری ضرر کردی. بله بله، یعنی هر چقدر، یعنی برای پول کسی تئاتر اینجا کار نمیکنه. واقعا ما اینجا تئاتر کار میکنیم که زنده باشیم. چون ما پولمون از جای دیگه در میاریم. بله. کارهای دیگه میکنیم، کارهایی که تو ایران نمیکردیم ولی اینجا مجبوریم بکنیم. ولی تئاتر رو برای خودمون و برای مردممون کار میکنیم. بله. نفس تئاتر رو در نظر دارید. درسته. بله، مخصوصا گروه هفت خانه آزادی، تک تکشون. تک تکشون. همه دوستان شما، خود شما فوق العاده بود این کارتون و چقدر زیباست. من از نظر شخصی میگم، ما آثاری که الان داریم غیر از خب نویسنده های بزرگی که داشتیم، نمایشنامه نویسا، خودمون مثلا شما تصور کنید چقدر میشه از شاهنامه واقعا سود جست و تئاترای رو ارائه کرد. داستان های شاهنامه فوق العاده است. خوشبختانه الان در غربت این شاهنامه خوندن و شناخت فردوسی و شاهنامه چه تأثیری داره، چه پیامی داره، خیلی مشتاق داره. خیلی از اساتید اینجا کلاس هایی دارن. میخواستم نظر شما هنرمند رو بپرسم که خب شما هم کارگردانید، هم اهل قلم هستید، هم کار کردید، تحصیلاتتون در این رشته بوده، آیا فکر میکنید که میشه از این شاهنامه‌ای که این گونه تبدیل شده به شناسنامه ایرانیان، از این شخصیت‌ها آدم بتونه سود بجویه و تئاترای بر صحنه بیاره؟ بله، 100%. شما توی هفت خانم دیدید ما در واقع با شاهنامه موازی پیش می‌رفتیم. یعنی در واقع اون داستان‌های شاهنامه رو بودیم با داستان‌های که توی این مدت توی روند در واقع انقلابی که مردم یواش یواش این تحولی که شروع کردن، در واقع ما این دو تا رو که در واقع بانیش هم نویسندش خانم پهلوان بود، اینا رو کنار همدیگه ما داشتیم میبردیم. ما اگه نتونیم از این متون پارسی استفاده کنیم واقعا خیلی ضرر کردیم تو هنر، چون ما یک انبار مهمات داریم از ادبیات که واقعا باش خیلی کار میتونیم. درسته. غنی ترین ادبیات رو ما داریم در زمینه شعر و رسم. و خیلی جالبه، حتی نام نمایشنامه شما برگرفته از شاهنامه بود دیگه. افغان رستم اونجا داشتیم، شما هفتخان آزادی رو ارائه کردید. به هر حال فوق العاده بود. همه اونایی که دیده بودن از طریق تلویزیون پارس بسیار خوشحال شده بودن از این کار واقعا جمعی شما که با خانم پهلوان هم که صحبت میکردیم به نکات اشاره کردیم. ببین اون دو تایی که کنار هم هستن، هر چقدر چهار تاشون باشه، ولی اون دو تایی که کنار هم خیلی بد حرکاتشون شبیه، مثلا اگه رو دست میچرخه پشتی اونم همزمان رو دست بچرخه اونجای اون، همیشه باید تو مرکز قرار شده، تو مرکز این کارو بکنه. یعنی اینجا این کارو میکنه که اینا ببینن، حالا اگه اونا نیدن اونا با این میان. همین آقا چطور باعث شد که کرور کرور آدم کشته، از سیاسی و غیر سیاسی و زن و مرد و اقلیت و اکثریت و همه رو کشتن. خب فکر میکنید که نمایشنامه‌ای که بعداً کار خواهید کرد اصلا راجبش فکر کردید یا؟ ما الان در حال حاضر در واقع یه کاری داریم که آماده کردیم، نمایش هم اجرا شده به نام تهران جلس. تهران جلس، تهران جلس هم یه کار موزیکاله که درباره اولین خانواده‌هایی که بعد از انقلاب آواره شدن و مجبور شدن از کشور خارج بشن، در واقع در مورد یه خانواده‌ای که اون خانواده همسرشون یک ارتشی زمان شاه بوده که بعد از انقلاب خیلی زود بدون دادگاهی اعدامش میکنن و اینا مجبور میشن که کوچ کنن الی. در واقع چجوری این زندگی رو شروع میکنن توی لس آنجلس و تشکیل میدن و میرن جلو. اون در واقع اینو ما الان کار کردیم، آماده، در واقع الان هم آماده است برای اجرا.
یه سه تا اجرا به زبان انگلیسی داشتیم، دو تا اجرا هم به زبان فارسی. و حالا منتظریم که ببینیم. حتما موفق خواهی شد با این ایده ای که به هر حال شما هنرمندان جوانتر دارید و با توجه به شرایط، با توجه به هر حال به پیشرفت این تکنولوژی میتونید بهره بجویید و سود بجویید و مطمئن باشید که وقتی شما اعتقاد دارید به نفس کار تئاتر، چون آدم باید اعتقاد و باور داشته باشه، شما اشاره کردید که شما کار تجاری که نمی کنید، واقعا هم تئاتر در قربتون هم سود نداره، یک واقعیته. ولی امیدوار هستیم مردم شریف ما، اونایی که واقعا هنر رو دوست دارن، خصوص به هنر تئاتر عشق می‌ورزن، حامی باشن، پشتیبان باشن که شما هنرمندا بتوانید راحت‌تر فارغ از گرفتاری‌های مادی کاراتون ارائه بدید، به شهرهای مختلف امریکا سفر کنید. بله. سفر کردن خب هزینه میخواد، یک واقعیتیه. بله. باید باشن برحال انجمنهایی که ادعا میکنن انجمنهای فرهنگی و ترویج فرهنگ هستن، در این زمینه اونا باید بیان سراغ هنرمندانی مثل شما در واقع حمایت کنن تا این کار با همت هنرمندان امثال شما بته واقعا گسترش پیدا کنه. جوانهایی که اینجا متولد شدن، زبان فارسی رو خوشبختانه آموختن و علاقمند هستن کارهای هنری رو ببینن، اونها رو واقعا میتونن تشویق بکنن. به هر حال خیلی میشه صحبت کنم با آقای افشین کتانچی از فعالیتاش در ایران، از کارهایی که کرد. انشالله فرصتهای دیگری پیش بیاد. امروز آشنا شدیم با شما، امیدوارم ببخشید من پرشونگی کردم، نه خواهش نرسیدیم به همه سوالا، شما با صحبت کنی قربون تو هم. باعث خوشحالی من بود از آشنایی با شما. خیلی ممنون، باعث افتخارم بود که بشید در کارا و باز هم در خدمتتون باشم. خیلی خوشحال شدم. خیلی متشکرم، بازم تشکر میکنم از تلویزیون فارس. بینندگان عزیز، از خدمتتون تا برنامه دیگری که در خدمتتون خواهیم بود مرخص میشویم، با امید روزهای خوب، روزهای سرشار از آزادی. خدا نگهدار.